حکومت آل خلیفه از زمان روی کار آمدن تا به امروز انواع ظلم، ستم، فشار، شکنجه و جنایت را علیه شیعیان بحرین اعمال کرده است. در واکنش به این رفتار حکومت با شیعیان، این اکثریت جمعیتی تصمیم گرفتند که انتخابات پارلمانی این کشور که امروز شنبه آغاز شده را تحریم کنند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. انتخابات پارلمانی و شوراهای شهر بحرین صبح امروز شنبه در سایه تحریم شیعیان و جمعیتها و احزاب مخالف آغاز شد. در این انتخابات که شیعیان آن را سوری و فرمایشی می دانند 433 نامزد برای تصدی چهل کرسی پارلمانی به رقابت با هم می پردازند. 173 نامزد نیز برای تصدی سی کرسی شوراهای شهر رقابت می کنند. این انتخابات در 55 مرکز رایگیری برگزار می شود. به نوشته روزنامه دولتی الخلیج بحرین یازده جمعیت محلی و نهاد ملی حقوق بشر بر این انتخابات از طریق 449 ناظر نظارت دارند. این در حالی است که احزاب و جمعیت های مخالف در بحرین منحل شدند و رهبران مخالف و مردم بحرین تاکید می کنند که جمعیت ها و نهادهای ملی حقوق بشری یاد شده همگی وابسته به حکومت بحرین هستند و در ظاهر وجهی حقوق بشری دارند اما در نهان اهداف حکومت بحرین را دنبال و تلاش می کنند که از حکومت چهره مدافع حقوق بشری ارائه دهند سازمانها و نهادهای حقوق بشری مستقل تا کنون بارها درباره سرکوبگری حکومت بحرین علیه مردم و رهبران مخالف گزارش داده و آن را محکوم کردند. حکومت بحرین جمعیت و احزاب مخالف را منحل و از نامزد شدن مخالفان و شخصیت های مستقل در انتخابات نیز با بهره برداری از قانون موسوم به انزوای سیاسی جلوگیری کرده از این رو این جمعیت ها و احزاب انتخابات را رقابتی ندانسته بلکه تاکید می که این انتخابات صرفا فرمایشی و سولی است. آنها خواهان تحریم انتخابات شدهاند. شیعیان بحرین نیز همسو با برگزاری تظاهرات و تجمع در هفته های اخیر بر تحریم انتخابات و همبستگی با زندانیان سیاسی این کشور تاکید کردند. علی اکبری اخبار شیعه